به آتش کشیدن مقبره و آرامگاه سر مردوکای در همدان ما رو برای این میسازه که بتونیم تعمق بیشتری داشته باشیم با آنچه که در حال حاضر از نظر نه فقط بحران کرونا در ایران میگذره، بلکه چه عصیانی رو آمده از این طریق بیاد برملا بکنه. مخصوصا مجلس اسلامی بر این بوده که مقرراتی رو تعیین بکنه از نقطه نظرهایی که هر گونه نماد ملی سپر داوود که ماگن داوید خوانده میشه نیز ممنوعیتی برخوردار شده و افراد از نظر امنیت ملی هر گونه ارتباطاتی که با اسرائیل داشته باشند یا مقامات دیگر داشته باشند رو زیر سوال میبره. بحث ما در این قسمت بر اینه که ما تا چند اندازه در از این نماد ملی استر و مردوکای در همدان و لطمه‌زنان به یک نیایشگاه به حال یهودی که در از نماد ملی ایرانیان هست رو به چونگونه ما می‌نگریم. در کنار من جناب آینه از سوئد هستم، به برنامه خوش اومدید. نظر شما در این قسمت از برنامه لطمه زدن به یک نیایشگاه رو به چگونه شما به هر حال تعریف میکنید؟ بفهمید. ببینید، جمهوری اسلامی و دستندرکارانش و سرانش خود به نیایشگاه و نیایش به مراتب بیشتر حساسیت داره و دشمنی میورزه، به این گونه که اینها خودشون رو دین واپسین میدانن و تنها دینیه که در بی‌نهایت باید اسلام بماند، و چون از صدر اسلام هم این دشمنی وحشتناک و خود محمد از زمانی که از مکه فرار میکنه به مدینه میرود و بسیارانی از در واقع ساکنان مدینه یا یثرب که یهودی بودن به 70 تن از پیروان محمد و خودش پناه میدهند و سپس محمد با دروغ و نیرنگ به اونا در واقع به جنگ برمیخیزه، اونا رو میکشه و دیگه صدها کاری که بالا شده، این جنگ بزرگ مسلمانان، مسلمانان باورمند به اسلام محمد ناب محمدی با یهودیان و سرزمین آنها اسرائیل و اورشلیم داشتند و هرگاه که اونها به گونه ای به دیدگاه در واقع آینی خودشو میپردازند و به نیایش جایی و نیایشگاه میدونن از جمله اورشلیم، به شدت خشم میدارن و این آرامگاه استر شهبانو ایران زمین همونطوری گفتیم در زمان خشایارشا که سمبولی بوده در رابطه با پیوند پیوستگی میان ایرانیان و یهودیان و این نیایشگاه رو نمیتوانن بپذیرن که همچنان پابرجا باشه. در این چارچوبی که الان همکنون پیش آمده و کرونا جهانگیر شده و مردمان ایران نمیتوانن به چند دلیل عمده در یک شورش همکانی یا در یک خیزش بزرگ رژیم رو به زیر بکشن، به باور من زمان مناسبی هنگامی درستی رو انتخاب کردن که بتوانن این نیایشگاه رو به آتش بکشن و به گونه ای نابود بگردنن. البته اینا کوتاه مدت میاندیشن و دراز مدت. کوتاه مدت شاید فکر کنن که یک حرکت های شورشی در سطح مردم باشه و ارگان های گوناگون واکنششان بدهن، ولی اینا آموختن در دراز مدت در واقع یک جایی رو که از حذف کنن از خاطر مردم نهان میشه و مردم فراموشی میسپارن و این شگفت انگیزه و اسلامیان در سراسر تاریخ این کار رو انجام دادن و میدهن. یادمون هست در داعش نخستین کارهای مهمی که میکردن از دید خودشون در بعد از اینکه در سوریه و عراق میشود گفت فرمان روایی یا فرمان رویش رو آغاز کردن، نابود کردن مکانهای باستانی بود که به انجام رسوندن و اسلامیان از نخستین بار که بت‌های مکه رو یعنی آثار هنری مکیان رو در واقع نابود کردن تا همکنون این کار رو انجام دادن، میدهن و خواهند داد. شروع بخوام.